سلام و درود بر شما. هر کدوم از ما حق داریم زندگی کنیم و هیچ کس نباید جان دیگری رو بگیره، به خصوص اینکه به دلیل بیان یک عقیده یا توهین به مقدسات یا پیامبر یا ائمه باشه که میتونه از روی سهو، غفلت یا مسائل و مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشه. سهیل عربی جوان 30 ساله ایرانی است. او متأهل و دارای یک فرزند 5 ساله است. سهیل در آذر ماه سال 1392 توسط سپاه پاسداران بازداشت و به مدت 2 ماه در انفرادی نگهداری میشه و مورد بازجویی قرار میگیره. سهیل در حال حاضر هم در بند 350 سپاه مستقر در زندان اوین بازداشت. برای سهیل 3 پرونده کیفری به اتهام‌های توهین به حداد عادل، آیت الله جنتی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و سب النبی که توهین به پیامبر است تشکیل میشه. سهیل در رابطه با توهین به حداد عادل و آیت الله جنتی به شلاق و جزای نقدی محکوم میشه و در رابطه با تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب به 3 سال حبس محکوم میشه که حکم محکومیت وی توسط شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تایید میشه. سهیل همچنین در رابطه با اتهام سب النبی توسط شعبه 76 دادگاه کیفری استان به مجازات اعدام محکوم میشه و شعبه 41 دیوان عالی کشور حکم صادره رو عیناً بدون اینکه توجهی به اظهارات متهم و وکلای وی بکنه تایید میکنه. اتهام سهیل در اصل ساخت 8 صفحه در فیسبوک بود. ایشون در بازجویی اولیه اتهام خود رو میپذیره، اما تاکید میکنه که بر اثر سهو، غفلت و نادانی یکی از ادمین‌های این صفحه شده. با توجه به اینکه این صفحات در حال حاضر قابل دیدن هستند، به نظر میرسه که سهیل ادمین اصلی نبوده. هرچند اگر هم بود، به دلیل اعلام بر سهوی بودن عملی که انجام داده، قانون از او در برابر مجازات اعدام حمایت میکرد. پیش از سال 1392، عنوان مجرمانه خاصی برای سب النبی در قوانین جمهوری اسلامی تعریف نشده بود و صرفاً در مقررات به کلمه سب النبی اشاره شده بود. اما در قانون مجازات اسلامی جدید، این عنوان به صورت مستقل تعریف شد. در ماده 262 قانون جدید مجازات اسلامی مقرر شده هر کس پیامبر اعظم یا هر یک از انبیا رو دشنام بده یا غصب کنه سب النبی است و به اعدام محکوم میشه. قانونگذار در سال 1392 سختگیری‌های خاصی رو در رابطه با توهین به پیامبر و انبیا نمود و به طور کلی برای توهین به این افراد حتی مجازات اعدام رو در نظر گرفت. اما در این حال راه‌هایی نیز برای رهایی از مجازات اعدام پیش‌بینی شد. در سال‌های اخیر پرونده‌های بسیار زیادی در دادگاه‌های دادگستری در رابطه با توهین به مقدسات تشکیل شد. پرونده‌هایی که متهمین اونها تنها به دنبال نقد و بررسی مفاهیم دینی بودند و اظهار نظرهایی در رابطه با موضوعات مذهبی داشتند بدون اینکه قصد مجرمانه بر ارتکاب جرم داشته باشند. به عنوان مثال برخی از ادمین‌های صفحه یادآوری امام نقی بازداشت شدند و اتهام اونها نیز سب النبی اعلام شد. اما با دفاعیات وکلای این پرونده اونها از مجازات اعدام نجات پیدا کردند. اهانت به مقدسات عنوان مجرمانه جدیدی نیست. این جرم پیش از انقلاب سال 1157 هم وجود داشت و پس از انقلاب نیز چنین عنوان مجرمانه‌ای حاکم بود. اما پس از انقلاب دامنه این جرم گسترش پیدا کرد، به گونه ای که حتی مجازات اعدام نیز برای توهین به مقدسات در نظر گرفته شد. اما نکته مهمی که در این گونه جرایم وجود داره، وجود یا عدم وجود سوء نیت و قصد مجرمانه است. در ماده 263 قانون مجازات اسلامی جدید مقرر شده اگر اظهارات متهمی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حال مستی یا غصب یا به نقل از دیگری باشه و صدق اهانت بکنه، موجب مجازات تعزیری تا 74 ضربه شلاق است. در این پرونده نیز سهیل عربی
صرف نظر از اینکه تحت شکنجه اقرار به ارتکاب جرم کرده یا نه، به کرات اعلام کرده که از روی سهو و نادانی مبادرت به توهین کرده. بنابراین نمیتوان مجازات اعدام رو مستحق سهیل دونست و حکمی که علیه اون صادر شده کاملا برخلاف قانون مجازات اسلامی است. از طرفی در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مقرر شده در جرایم موجب حد به استثنای قصد و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کنه و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز بشه، حد از او ساقط میشه. این در حالیه که سهیل قبل از اثبات جرم در دادگاه توبه کرده بود. همونطور که میدونیم با توجه به شرایط حاکم از لحاظ مشکلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در ایران، افراد بسیاری از روی غصب یا غفلت یا سهو به پیامبران و امامان و حتی مسئولین کشور توهین میکنند که نمیتونیم این گونه توهین ها رو از جمله موارد سب النبی به حساب بیاریم و یا مجازات های بسیار سنگینی برای اونها اعمال بکنیم. یادمون باشه که با مجازات های سنگین و اعدام نوجوانان و جوانان این مرز و بوم نه تنها نمیتونیم از وقوع جرم بکاهیم، بلکه باعث میشیم که افراد بسیاری از مسلمانان از اسلام روی برگردونند و خشونت رو نیز ترویج میکنیم. امیدوارم که سهیل عربی و دیگر کسانی که در شرایط این چنینی قرار دارن از مرگ نجات پیدا کنند.